درود بر هممیهنان گرامی و همتباران و فارسی زبانان در هر کجای جهان که هستید و بیننده برنامه به سوی ایران شهر هستید که کاری از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. آرتمیس علی‌آبادی هستم و بینندگان گرامی، امروز من مهمانم جناب آقای دکتر بهمن جلدی هستند. ما در برنامه پیشین با دکتر جلدی درباره حقوق شهروندی صحبت کردیم و اینکه در دولت روحانی حقوق شهروندی چگونه است. امروز وارد مبحث دیگری میشیم به نام حقوق زنان. درود بر شما دکتر جلدی و درودی با همیهنان داشته باشید تا من وارد نخستین پرسش از جستار امروز بشم. درود بر شما سکر خانم آرتمیس و تمامی بینندگان عزیزتون و همکاران گرامی در تلویزیون. بسیار اسباب خوشحالی منه که مجدداً در خدمت شما هستم و این فرصت را فراهم کردید که بتونیم با همدیگه در مورد مسائل ایران و ایرانی صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم ازتون دکتر جلدی از اینکه در این برنامه شرکت کردین. در واقع اینا برنامه‌های خودتونه و هر موقع که شما صلاح بدونید و بخواید مبحثایی رو در این برنامه مطرح کنید، شما همیشه خوش آمد هستید به این برنامه و در واقع اینجا خونه خود شماست. من پرسش نخستی که میخوام بکنم اینه که کی پس از، چون ما در این سه دهه به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند می‌بینیم که حقوق زنان مورد یعنی پایمال شده و زیر پا گذاشته شده، من میخوام ببینم آغاز این پایمال شدن و حذف حقوق زنان یا نقض حقوق زنان در پس از این شورش 57 از کی بوده و چگونه این امر آغاز شد. حتما بسیار خوشحال میشم در این مورد با شما و دوستان صحبت بکنم. متاسفانه آغاز حمله به حقوق زنان که بخش عظیمی از جامعه ایران رو تشکیل میدن تنها 40 روز بعد از بهمن 57 و اون حادثه شوم آغاز شد. 40 روز بعد از بهمن 57 در اواخر ماه اسفند دفتر آقای خمینی که در اون زمان در مدرسه رفاه بود اعلام کرد که قانون حمایت از خانواده که در سال 1353 توسط فعالین حقوق زنان در آن زمان به دولت ارائه شده بود و بعد توسط دولت تدوین شده بود و به عنوان لایحه به مجلس فرستاده بود و مجلس شورای اسلامی هم این لایحه رو با اکثریت قاطع تصویب کرده بود رو مغایر شرع اسلام اعلام کردند و از تمام پستات در دادگستری خواهش کردند که قانون حمایت از خانواده رو مورد اجرا قرار ندن و دقیقاً 120 روز یعنی در اردیبهشت سال 1358 شورای انقلاب آن زمان که شامل تمامی این آقایون فعال و انقلابیون مشهور در اون زمان بودن با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که قانون حمایت از خانواده رو رسماً منحل و لغو بکنند. این آغاز حمله به حقوق زنان به صورت رسمی و حقوقی بود و بعد از اون ما شاهد هستیم که در سال 1359 اعلامیه رسمی دولت هست به تمامی وزارتخانه‌ها که تمامی کارمندان زن در وزارتخانه‌ها باید شؤونات اسلامی رو رعایت بکنن و باید حجاب اسلامی داشته باشن زمانی که میخوان وارد محل کارشون بشن و در شهریور 1361 وزارت آموزش و پرورش آن زمان بیانیه رسمی فرستاد به تمامی مدارس در ایران که تمامی دختر بچگانی که میخواهند به مدرسه بیایند از سطح ابتدایی تا پایان مقطع دبیرستان اینها ملزم هستند که حجاب اسلامی رو رعایت کنند و این به این معنی بود که با
باید روسری داشته باشن، آستین باید تا مچ دست باشه، شلوار گشاد باید پاشون باشه و تنها چیزی که بر روی مانتو میتونن داشته باشن دو تا جیب بزرگ هست. مشخصات لباس رو هم تعیین کرده بودن. شما به یاد فیلم های 1984 آقای جورج اورول میفتید که چطورنه تعیین میکردن که حتی چه لباسی با چه مدلی باید شما تنتون بکنید. این آغاز حرکت بر ضد زنان در ایران بود و من به خوبی یادم هست در روزنامه کیهان آن زمان هم منتشر شد. آقای هاشمی رفسنجانی، قهرمان خوشبختی در زمانه کنونی و مدعی حقوق زنان و شهروندان در ایران، حالا که به سنین کهولت رسیدنشون، احتمالا در اون زمانشون هنوز جوان بودن، جوانی میکردند، اشتباهات زیادی انجام میدادن. در سال 1361 در نماز جمعه تهران عنوان کردند که قانون حمایت از خانواده اسباب فساد این کشور شد و خاندان پهلوی برای اینکه کشور مسلمان ایران رو فاسد بکنن قانون حمایت از خانواده رو تصویب کرده بودن و مرد نباید محدود به یک همسر باشه، مردان باید آزاد باشن که صیغه هم داشته باشن و اگر قانون صیغه مراعات میشد در زمان سلطنت پهلوی ما دچار این گونه فساد در جامعه نمیشدیم. که شاهد هستیم که بعد از برقراری قوانین صیغه خوشبختانه فساد از جامعه ایران الان واقعا رخت برکنده و واقعا یه تلاش حابل داریم که بتونیم فساد در ایران پیدا بکنیم. واقعا کمدی حرفا. ولی چیزی که جالبه که من خودم به شخصی یادم میاد از 1360 که ما ابتدایی شاگرد مدرسه ابتدایی بودیم، روسری اول اومد و به ما گفتن که روسریاتون باید روسری سر بچه ها باشه بیان، که ما بعضی وقتا بعضی روزا من یادم میرفت اصلا آدم عادت نداشت خب هنوز به روسری و من روسریمو نمی آوردم و دم در مدرسه مکافات بود، به سختی منو راه می دادم و بلا فاصله در عرض یک سال این روسری که بگیر نگیر داشت در سال 61 تبدیل شد به مقنعه و ما از همون دوران ابتدایی با مقنعه فرایندی در واقع به نام مقنعه آشنا شدیم که اصلا در واقعا در ایران اصلا هیچ کس نمی شناخت، فقط افراد مقنعه رو برای مقنعه چادر نمازای سفید میشناختن که مثلا پیرزنا سرشون میکردن باهاش نماز میخوندن، کسی اصلا مقنعه در ایران نمیدونست چیه. این خیلی باعث تأسف میبینیم در کشوری که از سال 1281 نخستین مدرسه‌اش افتتاح شد برای بانوان، یعنی 114 سال پیش، و زنان وارد عرصه اجتماع شدن. در واقع با اینکه 114 سال در این کشور میگذره حقوق زنان هیچ پیشرفتی که نکرده، به خصوص در 4 دهه اخیر، یعنی در پیش از انقلاب که بسیار حقوق زنان پیشرفته بود و حتی ما از کشورهای پیشرفته جهان هم پیشرفته تر بودیم و حقوق حق رأی حتی زنانمون بسیار زودتر از حتی کشورهای غربی به دست آوردن، ولی جای تأسف داره که میبینیم چگونه در 4 دهه اخیر پسرفت به این سرعت انجام شده. من متاسفم که اینو میگم، ولی آدم میبینه که ایران تنها جزو معدود کشورهاییست در جهان که عکسهای 40-50 سال پیشش انگار عکسهای 40-50 سال آینده ایران آدم میبینه و متاسف میشیم که چگونه زنانی که در سینی نقره‌ای حقوق زن و آزادی و حق حضور در اجتماع، تحصیل و حقوق برابری با مردان بهشون داده شد در دوران درخشان پهلوی، چگونه تمام حقوق از دست دادن و برگشتیم به دوران قاجاریه. و واقعا همینه، چون شما با اون حجاب و اون پوشش هایی که اجباری شده و به خصوص در تلویزیون ایران میبینید دیگه حتی مجریان بدون چادر حق ندارن ظاهر بشن، دقیقا تداییگر دوران واقعا جهالت، تاریکی و سیاه قاجاری است در چشم من. خب جناب جلدی، من میخوام از شما یک پرسش بکنم. البته ما
پیش از اینکه بریم شما میتونیم بحث رو آغاز کنیم، ما بریم یه میان برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم درباره مسابقه شاهنامه. ولی من میخوام اینجا از شما بپرسم رابطه بین حقوق زنان رو با توسعه یافتگی چگونه میبینیم؟ ما چگونه در کشورهای توسعه یافته حقوق زنان رو داریم و در جامعه خودمون نداریم؟ شما اینو آغاز بکنید بحث رو، بعد از یک دقیقه ما میریم به میان برنامه. حتما. اجازه بدید من یه خاطره در یک دقیقه عرض بکنم. مادر من معلم بود، با سرکار خانم عباستی و تعدادی از خانم‌های دیگر در تهران خیابان بهار جنب اون مجموعه امجدیه انجمن بانوان رو تأسیس کرده بودند که زمینی هم بهشون تعلق گرفت، اونجا ساختمونی ساختن، دختران و زنان بی‌بضاعت رو می‌آوردن در اونجا آموزش بافتنی و منشیگری و تایپ و اینها بهشون میدادن. سرآغاز آمدن جمهوری اسلامی به ایران این بود که بسیج حمله کرد به این ساختمون، ساختمون رو تصرف کرد، استخر انجمن بانوان که برای دختران بود تصرف شد و بسیجی اونجا آموزش نظامی میدیدن، با لباس میپریدن تو استخر. اون مجموعه سالانی هم که برای بانوان مراسم مختلفی اجرا میکرد، خانم هایده گوگوش، ام ال ساین اولین بار در اونجا برنامه داشت، من خاطرم از جوونا در درخت‌های خیابون بهار رفته بودن، اون بالا نشسته بودن، آقای حویده هم این جلو نشسته بود، میخندید این جوونا اون بالا نشسته. اینها تبدیل شد به مجلس روزخانی. انتظاری بیشتر از این دیگه نمیشه داشت. درسته. ما میریم یک خیلی خاطر جالبی بود. ما میریم یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم ادامه این مبحث جالب رو با دکتر جلدی خواهیم داشت. درود بر شما همیهنان گرامی. رفتیم یک میان برنامه دیدیم و با دکتر جلدی برگشتیم به استودیو که شما با شما گفتگو رو درباره حقوق زنان در پس از این 14 شورش 57 دنبال میکنیم. من از دکتر جلدی پرسیدم که حقوق زنان و توسعه یافتگی رابطهشون با هم چگونه است و پاسخ ایشون رو الان میشنویم. بفرمایید. حتما حضور خاطر شما و شنوندگان بینندگان عزیز تلویزیون هست که هفته گذشته زمانی که در مورد حقوق شهروندی صحبت می‌کردیم به سه شاخصه مهم طول عمر که ارتباط مستقیم و بهداشت داره، میزان آگاهی که بستگی به میزان سواد داره و همینطور میزان درآمد صحبت کردیم که این سه شاخصه نشان دهنده توسعه یافتگی در یک کشوره، نه ساختن موشک فرفره یک و موشک فرفره دو. زنان در جامعه بخش بزرگی از تولید رو به عهده دارن. قبل از هر چیز زنان زاینده هستن، یعنی بدون وجود زنان اصولا یک جامعه رو به انحطاط میره، پیر میشه و در نهایت مزمحل میشه و از بین میره. بنابراین کار زیادی از ما مردا به ساخته نیست، نهایت 30 سال و بعد همون جامعه نابود خواهد شد، از بین خواهد رفت. حضور فعال بانوان هست که اسباب نوزایی در جامعه میشه، که این با آوردن فرزندان جدید هست و با پرورش این فرزندان، چون یکی از بزرگترین فرقهایی که بین انسان و حیوان وجود داره اینه که انسان فرزندان خودش رو پرورش میده. آموزش و پرورش بخش بزرگی از جامعه انسانی هست که گاهی اوقات متاسفانه ما در بعضی نقاط میبینیم که از مرحله حیوانی این عقبتر میفته، چون حیوانات هم به فرزندانشون تا حدودی آموزش و پرورش میده. این نخستین مرحله که اون میزان آگاهی هست و در مورد طول عمر بانوان با رعایت مسئله تغذیه کودکان خودشون و تغذیه مناسب برای خودشون، اون مسئله طول عمر و بهداشت نسل آینده رو هم تامین میکنه. این هم دومین مسئله که ارتباط و مستقیم با شاخصه های توسعه یافتگی. مسئله سوم مسئله درآمد. شما میدونید که حرف آخر رو در تمامی جوامع توسعه یافته پول میزنه، یعنی باید میزان درآمد و پولسازی بالا باشه. اگر در یک جامعه شما نیمی به علاوه یکی از جامعه رو کنار بگذارید که هیچ گونه حق تولید و درآمدزایی نداشته باشن، این به این مفهومه که شما
دست راست یک نفر رو از بازو قطع کردید و بعد به این آدم میگید که حالا برو و این کارا رو انجام بده. با یک دست هم نمیتونه این کار انجام بده و اگه هم انجام بده درست انجام نمیده. وجود بانوانی که در مسئله اقتصادی شرکت میکنند، شرکت در مسائل علمی میکنند، شرکت در مسائل بهداشت مملکت میکنند، شرکت مستقیم در مسائل آموزش پرورش دارند. من هنوز نام خانم دبیر کلاس اول ابتدایی خودم رو، خانم انصاری رو به خوبی به یاد دارم. یعنی نقش این زن به عنوان یک معلم برای من که اینک در مقابل شما نشستم هنوز در ذهن من نقش بسته. من اسم هیچ کدوم از معلمی مردمون رو به خاطر ندارم، ولی اسم خانم هنوز در مغز من نقش بسته. خب این نشانه مستقیمی بر این هست که حضور زنان اسباب بالا رفتن میزان درآمد هم در خانواده میشه، هم در جامعه میشه و در نهایت در سطح کشور. اگر شما این نیروی مولده رو از این موتور متحرکه در داخل کشور بردارید، مثل اینه که یک فرض بفرمایید ماشینی رو که داره حرکت میکنه شما دو تا لاستیک جلو رو در بیارید، بعد به این ماشین بگید حالا برو در این مسابقه اتومبیل رانی شرکت بکن. خب معلومه که شما در این مسابقه اتومبیل رانی همه ماشین‌های دیگه عقب میافتید. نکته جالب اینه که دکتر جلی، ما معیارهای توسعه که شما نام بردید دقیقاً در 2500 سال 3000 سال پیش ما اینا رو داشتیم در ایران. این خیلی جالبه. بنابراین ایران با معیارهای امروز جهانی هم کشور توسعه یافته بوده، برای که هم طول عمر مردم ایران خیلی زیاد بوده، بهداشت عمومی خوب بوده، معلومه تغذیه خوب بوده، هم اینکه میبینید که مردم ایران مردم باسوادی بودن، به خاطر اینکه شما میبینید این همه پیشرفت دانش و پیشرفت‌های اقتصادی سیاسی اینا همه نشان دهنده توسعه یافتگی اون کشور بوده. و از سوی دیگه همونجور که شما گفتید درآمد، میبینید که زنان در ایران همواره در اجتماع کار میکردن و حقوق برابر با مردان هم میگرفتن و حتی زنان میشه گفت سرکارگر یا مدیر یا منیجر هم بودن، در واقع دی هم از مرد و زن زیر دستشون کار میکردن و زنان ایران از دیرباز تاریخ همیشه در اجتماع به طور آزادانه حاضر بودن. برای این میبینیم که ایرانی که یک کشور توسعه یافته در چند هزار سال پیش بوده الان چه وضعیت اسفباری داره. حالا من از شما یک پرسش دیگه دارم و اون این که آیا زنان ایران در حال حاضر در شرایط کنونی چگونه میتونن این حقوق رو احیا کنن، چگونه میتونن این حقوق رو دوباره به دست بیارن یا حداقل کوشش بکنن؟ چون ما میدونیم که امروزه حتی بسیاری از زنانی که دانشگاه هم رفتن دنبال حقوق خودشون نیستن در ایران، و حالا چه برسه با اونهایی که دیگه در سطح های کم سواد یا بی سواد هستن که اصلا حقوق زنان نمیدونن چیه و براشون مفهوم نداره. خانم آرتمیس، هر کس احترام خودش در دست خودشه. شما اگر خودتون به خودتون احترام بگذارید، نتیجه طرف مقابل هم به شما احترام خواهد گذاشت. این نخستین مسئله. ارتباطی هم با زن و مرد نداره. هر شخص احترامش دست خودش. دوم این که بانوان ایرانی واقعا نیازی ندارند که مسئله حقوق زنان رو به عنوان مسئله حقوقی بهش نگاه بکنه. این یک مسئله روزمره زندگیه. شما باید حق دسترسی به آموزش عالی داشته باشید. حالا شما چه مسائل حقوقی آشنا باشید چه آشنا نباشید. اگر شما میبینید فرزند دخترتون یا خواهرتون و یا خودتون به عنوان یک زن میخواهید برید در یک رشته دانشگاهی شرکت بکنید در رشته مهندسی و بعد به شما میگن که خیر برای شما مناسب نیست، بعضی از مهندسی ها مثل مهندسی معادن صنایع خیلی از اینا خیلی محدود دسترسیش برای خانوما، مهندسی نفت خیلی کم شده. بله کاملا. و بعد به شما میگن که خیر برای شما مناسب نیست. خب این شما میتونید اعتراض بکنید که چرا برای من مناسب نیست. و این یک همکاری مشترک از طرف سایر اعضای جامعه را هم میطلبد. یعنی این که اگر آقایونی در اون جامعه به مادران خودشون احترام میذارن و خواهران خودشون احترام میذارن
به فرزندان دختر خودشون احترام میذارند و میخواهند که این فرزندان دختر در آینده یک آینده روشنی داشته باشن، اونها هم خودشون اعتراض خواهند کرد. دانشجویانی که دارن میرن سر کلاس اون مهندسی، هیچ کدوم سر کلاس نمیرن و میگن که تا هم کلاسی های خانم ما را اجازه ندید بیان سر کلاس، ما هم شرکت نمیکنیم. مسئله دیگری که بانوان میتونن کمک بکنن این هست که خودشون به حقوق همدیگه هم احترام بذارن. یعنی شما هم به خودتون احترام بذارید، هم به هم نوع خودتون احترام بذارید. این چقدر نکته مهمی است، چون شما میبینید نماینده های زن در مجلس ایران کاملا زن ستیزن و نه تنها دنبال حقوق زنان نیستن، بلکه دنبال سرکوب همجنسان خودشونن. یعنی دستشون از یه جایی که به یه مثلا قدرتی بند میشه سعی میکنن هم جنسان خودشون رو سرکوب هم بکنن، قوانینی رو تایید میکنن بگذره از مجلس که کاملا برخلاف حقوق زنانه و زن ستیزانه است. درسته؟ 100%. من تقریبا بسیار متعجب شده بودم سال گذشته، یک از دوستان برای من عکسی رو فرستاد از آلمان که خانم دکتر خلخالی، دختر اون آقای قاتل خلخالی، به عنوان سخنگوی حقوق زنان و مدافع حقوق زنان در آلمان جلسه تشکیل داده بودن و ایشون مثل اینکه دکترها هم دریافت کرده. خانم خود آلیا، فاطمه آلیا، که گفته بود اصلا زن چرا باید بره ورزشگاه، زنها باید بگیرن تو خونه بشینن بچه داریشون رو بکنن، دلیلی نداره زن بره بازی فوتبال تماشا کنه. شما ببینید چقدر این مغزها متحجر و چقدر این مغزها عقب مانده است، چقدر اینها بیمارن از نظر روحی که حتی حقوق بدیهی یک انسان رو، اصلا زن یا مرد نداره، حقوق بدیهی یک انسان بره تو ورزشگاه بشینه ورزش تماشا کنه، حقوق بدیهی یک انسانی که کار کنه، هرچی که میخواد بپوشه، اونجوری که میخواد زندگی کنه، تمام حقوق بدیهی یک انسان رو اینا ببینید چه مغزهای خشک عقب مانده مریضی دارن واقعا. من برخلاف شما فکر میکنم خانم آرتیمیس، اگر اجازه بفرمایید. من فکر میکنم که آخوندها و آخوندهای کت شلواری و حالا این خانمایی هم که در بین اینها هستن، این اتفاقا آدمهای بسیار باهوشی هستن و به هیچ کدوم این حرفا هم اعتقاد ندارن و به زمانش که برسه نوبتش خودشون باشه بسیار هم از حقوق خودشون دفاع میکنند و اینا بیشتر برای به دست آوردن پست و مقام و جمع‌آوری پول و منال و تاراج اموال میلیون مملکت هست که این نقش خیمه چپ بازی خودشون در این نمایش واقعا کمدی درام در جمهوری اسلامی دارن ایفا میکنن. واقعا من نمیفهمم زنی که مثلا از حقوق صیغه دفاع میکنه، از قانون صیغه داره دفاع میکنه، آیا این حقو برای همسر خودش هم قائله که 5 تا زن صیغه یه دیگه داشته باشه و این خانم با چادر چاقچولش بیاد بشینه توی مجلس و دفاع بکنه از حق صیغه؟ بله، شما که میدونید این کارو نخواهید کرد. ولی من سایر بانوان این واقعا سوال رو میخوام بکنم که آیا شما به عنوان یک بانوی جوان ایرانی وقتی میبینید که یک مردی همسری داره و بچه هایی داره و خانواده‌ای داره، شما به عنوان اینکه به خودتون احترام بذارید و بعد هم به هم نوع خودتون احترام بذارید، شما خودتون نباید درگیر این مسائل بشید؟ یک زمانی به شما میگن که برو از بالای این ساختمون بپر پایین، بعد شما میری میپری پایین، بعد میگید که من مقصر نیستم، به من گفتم بالا بپر پایین، اون به شما گفت بپر پایین، ولی شما هم یه مسئولیت عقلانی و اخلاقی برای خودت داری که این کارو نکنی. بنابراین شما کسی مجبور است فروپاشی فرهنگ که میگن همینه دقیقا. شما وقتی که اخلاقیات در یک جامعه از بین بره و افراد بدون تفکر، بدون اندیشه زندگی کنن و فقط دم رو بخوان غنیمت بشمرن، درسته ما میدونیم عده بسیار زیادی زن بیکار در ایران داریم و عده بسیار زیادی زن بی سرپرست داریم که ممکنه یکی یا دو تا بچه داشته باشن، جدا شدن یا شوهرشون مرده یا هر علت دیگه، ولی آیا کوتاه‌ترین راه رسیدن به هدف بهترین و درستترین و عقلانی ترینشونه؟ معمولا غیر اخلاقی ترین راه ها کوتاه ترین راه های رسیدن به اهداف هستن در هر موردی. و خب اینجور زنان هم که میان میرن صیغه زنان میشن، یا خیلی ها حتی بدتر از اون، حتی صیغه هم نیستن و
همینطوری خانه ها و آشیانه های مردم رو از هم میپاشن و انگلوار زالووار آویزون مردای گوناگون میشن برای به دست آوردن و هزینه های زندگیشون رو تامین کردن. آیا این فروپاشی گسترده اخلاقی و فرهنگی شما فکر میکنید بچه هاتون در اون جامعه، آیندگان شما در اون جامعه چه وضعیتی پیدا خواهند کرد؟ شما در جامعه زندگی میکنید که سنگ رو سنگ بنا نخواهد شد. کاملا صحیح میفرمایید. این مسئله اخلاق اجتماعی یک مسئله بسیار مهمیه، از درون خانواده در میاد، بنابراین بانوان نقش مهمی درش میتونن داشته باشن در آموزشش به فرزندان خودشون، و دختران جوان و بانوان جوان و زنان ایرانی زمانی که در اون موقعیت قرار میگیرن که حالا باید انتخاب بکنن آیا من این عمل خلاف اخلاق رو انجام بدم یا انجام ندم، جدای از این که قانون چی میگه، در قانون جمهوری اسلامی میگه بله شما برید صیغه بشید، ولی آیا عقل شما و اخلاق شما و اگر برگردی در منزل به مادرت بگی این رو تایید میکنه یا خیر، یا خودت در تنهای خودت بشینی و به این مسئله فکر بکنی یا اینو تایید میکنی یا خیر، این مسئله دیگریست. و خب اگر شما همکاری نکنید این اتفاق نمیفته، در نتیجه نه جمهوری اسلامی میتونه ازش سوء استفاده بکنه، نه اینکه قانون خانوادگی یک هم نوع دیگری همانند خود زنی که داره مورد ستم قرار میگیره این اتفاق براش نمیفته. یک نکته ای بگم از قربان، صیغه در واقع کلاه شرعی روسپیگری قانونی است. آیا شما بانوانی که حاضر میشید صیغه دیگران بشید روسپی هستید؟ از خودتون اینو بپرسید، شما تکلیفتون رو با خودتون یکسره کنید، در آغاز روز که از خواب بلند میشین بپرسید آیا من یک روسپی هستم یا نیستم، آیا من میخوام با تن فروشی زندگی بکنم یا میخوام با زحمت و به اصطلاح عرق جبین و کد یمین میخوام زندگی کنم، آیا من میخوام با دسترنجم زندگی کنم یا با تن فروشی. صیغه تن فروشی قانونی است و مهم نیستش که قانون به شما این اجازه رو میده یا نه، مهم اینه که شما که صبح بلند میشید از خودتون میپرسید آیا من یک روسپی هستم، توی آینه میتونید به خودتون نگاه کنید و بگید بله من یک روسپی هستم، و اگر شما میتونید اینو تایید کنید برید هر جوری دلتون میخواد، شما کنار خیابونم میتونید زندگی خودتون رو تامین معاش بکنید، شما کنار خیابونم وایستید مشتری میاد شما رو سوار ماشین میکنه و شما میتونید مثل خیلی از کشورهای دنیا روسپیانی باشید که روزانه از طریق فروش بدنشون زندگی میکنن. هیچ تعارف نداریم، این واژه ها باید به کار بره، مردم به زشتی عملی که انجام میدن واقف باشن. میدونید ما با کسی دیگه تعارف نمیتونیم داشته باشیم در این زمینه های اخلاقی. ایران جامعه در حال فروپاشی اخلاقی است و اگر الان نجنبیم این جامعه از دست رفته. الان من میدونم در بسیاری از خونه های ایران شما اگر فقط نظافتچی یک خونه یا یک مجتمع باشید، پرستار یک سالمند باشید، میتونید در ماه 1,000,000 تومان درآمد داشته باشید به راحتی، بیشتر حتی. شما اگر پرستاری از بیمار یا سالمند بکنی ماهی حدود 2,000,000 تا 3,000,000 تومان درآمدتونه. من میدونم میبینم کسانی که کارشون اینه و درآمد در میارن، چرا حاضر نیستید بیاید برید کار شرافتمندانه چنین کارهایی بکنید؟ نظافتچی بودن بده ولی روسپیگری خوبه. من میخوام بانوان ایران اینو از خودشون پرسن، حالا اونایی که کار دارن و تحصیلاتی دارن و میتونن برن دنبال کارهای بهتر میتونین برین، حتی شما میتونید برید بیبی سیتینگ کنید بچه های مردم رو با شرافت و اخلاق و واقعا با انسانیت نگهداری کنید و به شما پول میدن در ماه. لازم نیست شما برید صیغه بشید، این بهانه است که عده از افراد تنبل برای اینکه راحت ترین راه درآمد رو پیدا کردن استفاده میکنن و اسم قانونی هم روی اون میذارن. غیر از اینه جناب جلدی شما چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم که در ایران کنونی هیچ کدام از بانوان ایرانی خودشونو از اون حاج خانم عفت خانم کمتر نمیدونن، و اگر این آقای رفسنجانی میره در نماز جمعه میگه صیغه خوبه بگیرید که جامعه فساد پیدا نکنه، اگر جرأت میکرد خودش این کار کرده بود. و حاج خانم عفت خانم شما میدونید بسیار زن قدر قدرتی است، اگر کسی خودش از این حاج خانم عفت خانم کمتر میدونه برسته تصمیم خودش، ولی در خودش همسان اون حاج خانم میبینه، خب این مسئله نباید اتفاق بیفته. این یک مسئله بدیهی است. اما در مورد آموزش من تجربه شخصی خودم رو میتونم خدمتتون عرض بکنم که با بسیاری از دانشجویانی که از کشور خارج میشن تماس دارم
در طول 14 دهه گذشته تمامی بانوان ایرانی که برای تحصیلات عالیه بعد از دریافت لیسانس یا فوق لیسانسشون در ایران به خارج از کشور اومدن، اولا نمرات بسیار بالاتری در دریافت مدرک عالی تحصیلشون دریافت کردن و همگی هم جذب کارهای بسیار بسیار خوبی شدن، هم از لحاظ اجتماعی، مقام اجتماعی و هم از لحاظ درآمد. و انصافا این همه مردان ایرانی آمدن اینجا دکترا رو گرفتن، کدومشون شد خانم دکتر میرزایی که بره جایزه جهانی ریاضی رو در امریکا بگیره و الان هم جزو انجمن علوم امریکا بشه؟ یک بانوی ایرانی تونست این کار رو بکنه، ما مردا نتونستیم. یا کدوم یکی مثل خانم انصاری تونست بره در داخل بیزینسی که در امریکا به شدت رقابتی هست به این جایی برسه که برای خودش بلیط فضاپیمای سایوز بخره و بره در فضا اولین زن توریست فضانورد جهان بشه، نه ایران؟ و این بانوان ایرانی انجام دادن. بانوان ایرانی، فرزندان ایران، چه زن چه مرد، همگی از یک استعداد خارق‌العاده‌ای برخوردار هستن. فقط باید خودشون رو بشناسن. اگر خودشون رو شناختن، در میابند که چه مقام بزرگی جهانی اینها در سابقه تاریخی خودشون دادن و در نتیجه میتونن که رشد بکنن و شکوفا بشن. هرچند که این جامعه اسلامی که در اونجا به ضرب خشونت واقعا بی سابقه برشون تحمیل میکنه تمام این محرومیت ها رو، اما همچنان بعد از 40 سال هیچ کدام از این احزاب سیاسی و احزاب نظامی و روشنفکران و افراد زیادی مثل بنده و کسانی که خودشون رو فعال حقوق بشر مینامند و که بنده دیگه اصلا این دارت رو به کار نمیبرم چون یه مقدار مایه خجالت میشه، کسی زورش به آخونده و آخونده کت و شلواری نرسیده به جز بانوان. آقای خامنه‌ای دستور میدن که اگر کسی سوار دوچرخه بشه و بانو باشه این فعل حرامه. شما میبینید که سیل بانوان جوان ایرانی هستن که میرن دوچرخه سواری، عکسشون هم میگیرن روی فیسبوک هاشون هم میذارن که دنیا ببینید که ما تبعیت نمی کنیم از این دستوری که آقای خامنه ای داده. به هر صورت این نشون دهنده اینه که واقعا بانوان ایرانی از لحاظ آگاهی به اون مرحله ای رسیدن که خودشون دریافتند که سطح و مقامشون این چیزی نیست که بهشون گفته میشه و بسیار فراتر از این و قابلیت بسیار بالاتری از این رو هم دارن و آینده ایران رو هم در دست دارن. من انصافا فکر نمی کنم که ما مردان ایرانی، این رو با کمال شهامت عرض میکنم خدمتتون، آنقدر نقشی در تغییرات آینده اجتماعی ایران بتونیم داشته باشیم که زنان ایرانی بتونن داشته باشن. یعنی ما مردان ایرانی رو همه رو اصلا از صحنه سیاسی و اجتماعی که خارج کردن، تنها کسی رو که این آخونده برای 40 سال زورشون بهش نمیرسه همین بانوان ایرانی هستن. این نکته خیلی مهمه که بانوان در درون ایران حرمت نفس رو بشناسن، خودباور باشن. ما میدونیم که بیکاری در ایران بیداد میکنه، اما قرار نیست همه ما بریم جای حقوق بگیر بشیم. چرا شروع نمیکنیم به خلاقیت و کارآفرین های شخصی خودمون از درون خونه های خودمون؟ ما الان با خیلی کثیری از چینی های مواجهیم در کشور چین که از تو یک اتاق دو متری که یک خانواده زندگی میکنن دارن لباس هایی رو تولید میکنن و به سطح جهان دارن اینا رو آنلاین میفروشن. دیگه من فکر نمی کنم، تازه با بدترین متریال یا جنس و بدترین دوخت ها. من بارها و بارها دیدم اجناسی که به صورت آنلاین فروخته میشن از کوالیتی بسیار پایینی برخوردارن، اما میبینید که اینها برای روزی فقط 20 سنت درآمد یک خانواده، چینیان روزی 20 سنت درآمد خانواده دارن که از توی خونه های خودشون شروع میکنن و اینها رو تولید میکنن و به جهان به صورت تک تک هم که شده اینا رو میفروشن. و ما میتونیم چنین خلاقیت هایی رو مد نظر قرار بدیم و هر کس قرار نیست ما هممون بریم جای استخدام بشیم و حقوق بگیریم. شما از توی خونه خودت شروع کن و محل درآمد ایجاد کن. و اگر بخوایم درست و با
شرافت زندگی بکنیم، همواره میتونیم راهی رو پیدا کنیم. من به شما گفتم نظافت چی بودن شرافت داره. حتی اگه من یک لیسانس داشته باشم ولی برم روزی 5 ساعت کار خونه یک کس دیگه رو بکنم و درآمدم کافی باشه، شرافت داره به این که بخوام برم آویزون بشم به این مرد یا اون مرد و بخوام از طریق اونها محل درآمدی کسب بکنم و به من صدقه سری یک پولی بدن. این موجب میشه که شما به مرور تو سریخور بشین، به مرور حقیر بشید، به مرور هویتتون از بین بره، به مرور خودتون رو پایین و پایین تر ببرید. هیچ راه ساده‌ای بهترین راه برای رسیدن به مقصود نیست. یادتون باشه راه‌های دشوار هست که انسان‌ها رو میبره بالا و به شما ارج و قرب و حرف برای گفتن در این دنیا میده. خیلی سپاسگزارم ازتون جناب جلدی که در این برنامه با من بودید و خیلی سپاسگزارم از همه بینندگان این برنامه در هر کجای جهان که هستید و امیدوارم که این برنامه‌ها رو ریکورد کنید و به سایرین برسونید و بذارید عده بیشتری این برنامه‌ها رو ببینند و اینها رو آموزش حداقل بگیرند. خیلی سپاسگزارم و خدا نگهدار.